سلام، روزتون بخیر. من مغازه گوشی فروشی دارم و هر روز شاهد این هستم که پدرانی به همراه بچه هاشون برای خرید گوشی اندرویدی به مغازه تشریف میارن و با شنیدن قیمت های سرسام‌آور ساده ترین گوشی های اندرویدی با شرمندگی جلوی فرزندشون مغازه رو ترک میکنن. شاید ندونید داستان چیه. آموزش پرورش یه اپلیکیشن درست کرده به اسم شاد که به خاطر تعطیلی مدارس دانش آموزا باید از طریق اون اپلیکیشن وارد کلاس های مجازی که تشکیل میشه بشن و اون اپلیکیشن برای نصب شدنش نیاز به یه نرم افزار و سخت افزار قوی داره که حداقل گوشی که میشه براش خرید از قیمت 2,000,000 تومان توی این اوضاع بازار شروع میشه. این پیامو دیدم که داره دست به دست میچرخه توی شبکه‌های اجتماعی. خودم رفتم پیگیری کردم ببینم که آیا درسته یا نه. یکی از دوستام معلم مدرسه است. یه درسی رو توی یکی از مدارس فکر کنم دبیرستان آموزش میده و جالبه که در کنار اون سخت افزار و نرم افزار بالایی که اون اپلیکیشن میخواد سرورهای خیلی ضعیفی هم داره. دوستم من تعریف میکرد که ما یه کلاسی رو میخواستیم اونجا برگزار کنیم، سروراش نکشید، رفتیم توی اپلیکیشن گپ، اونجا هم سروراش نکشید، آخر مجبور شدیم بیایم تو واتساپ. سوالی که برای من پیش میاد اینه که آیا اندازه کارآمد بودن این اپلیکیشن ها و این جریان ها براش بودجه خرج میشه؟ نمونه مشابه این داستان رو، خیلی هم شاید شبیه نباشه، چند سال پیش توی حمایت از پیام رسان های داخلی دیدیم، موقعی که تلگرام فیلتر شد و یه خیلی بودجه و وام به اپلیکیشن های مختلف پیام رسان داخلی اختصاص داده شد. الان کاربرای فعال این اپلیکیشن ها چند تا هست؟ کاری به بیت المال بودن این بودجه ها ندارم، اشکال نداره، ولی شرمندگی اون پدری که شاید تو ماه 2,000,000 تومان حقوق میگیره بعد یه گوشی 2,000,000 تومانی واسه پسرش بخره ولی نمیتونه، باعث میشه که بگم گور بابای بیت المال و پول و هزینه و بودجه و اینا. چرا وقتی یه کاری میخوایم انجام بدیم فقط به یه بودش نگاه میکنیم؟ کاش حداقل اون یه بود رو درست انجام بدیم.